چطورین گایز؟ به چنل من شدیداً خوش اومدید. نمیگم دیگه لایک سابسکرایب اینا رو نمیگم، خودتون انجام بدین. عشقید بچه‌ها، یه دونه کانتنت درست کردم، یه محتوا درست کردم در مورد چشم سوم. در واقع باز شدن چشم سوم چه علائمی رو به همراه داره. توی کادر بالا میذارم براتون، برید حتما ببینید که اگر این علائم مشاهده کردید ممکنه که علائم باز شدن چشم سومتون باشه. اما امروز تو این پارت میخوام چی بهتون بگم؟ میخوام سه مورد رو بهتون بگم که در مورد چشم سومه. مورد اول کاربردهای چشم سومه. اصلاً چشم سوم برای انسان چه کاربردی داره؟ مورد دومی که میخوام براتون توضیح بدم اینه که چه موضوعی، چه خطری، چه داستانی پشت چشم سوم هست؟ آیا اگر چشم سوم ما باز بشه خطری برای ما داره؟ ممکنه مشکلی برای ما به همراه داشته باشه؟ ممکنه خطرات یا اتفاقات بدی برای ما بیفته؟ این از پارت دوم این ویدیو. و پارت سوم توی همین ویدیو در مورد اینه که چطوری میشه چشم سوم رو باز کرد. پس اگر میخواین این مطالب رو بدونید حتما و حتما و حتما همراه من تا انتهای ویدیو باشید. کاربرد چشم سوم چیه؟ میخوام براتون خیلی خلاصه وار توضیح بدم داستانش چیه. چشم سوم تو اون پارت هم بهتون گفتم باعث میشه که یه پلی درست بشه بین ضمیر ناخودآگاه انسان، اون جایی که دست من و شما نیست، اون جایی که ضمیر ناخودآگاه جاییه که یه سری اطلاعاتی توش وجود داره که دست نیافتنیه. به طور مثال بعضی از آدم ها هستن که میان میگن من نمیتونم این کار انجام بدم. اون من نمیتونمه تو ضمیر ناخودآگاهشه، یعنی اون بطن ایجاد شده اون نمیتونمه که همیشه بگه من نمیتونم. اصلا ناخودآگاه میگه من نمیتونم، اون میشه ضمیر ناخودآگاه. حالا این چشم سوم پلی بین ضمیر ناخودآگاه و انرژی درونی انسان. کاربردش چیه؟ کاربرد چشم سوم اینه که شما در حال واحد، یعنی الان میتونید از اینجا سفر کنید برید هندوستان خیلی راحت، یعنی بدون هواپیما، بدون هیچی، همینجا که نشستی یه دفعه توی هندوستان هم باشی. یا مثلا کاربرد دیگه‌اش تلپاتیه. مثلا چه جوریه؟ من به شما نگاه میکنم بدون اینکه بتونم، یعنی بدون اینکه شما حرف بزنی، بدون اینکه کس دیگه حرف بزنه یا هر چیزی، بنده فکر شما رو میخونم. به همین سادگی، به میان تلپاتی، من میتونم با شما یه تقابل انرژی داشته باشم، از شما انرژی بگیرم، به شما انرژی بدم و وسعت اون انرژی رو بفهمم، با شما ارتباط برقرار کنم و ذهن شما رو بخونم و شما هم بتونید ذهن من رو بخونید. به این میگن چشم سوم. کاربرد دیگه که چشم سوم داره چیه؟ فوق‌العاده اون لحاظ معنوی و اون بعد روحی شما به شدت افزایش پیدا میکنه و قوی تر میشه. به جایی میرسید که میتونید خیلی صداها رو بشنوید، یه چیزایی رو ببینید که بقیه نمیتونن ببینن، یه سری احساساتی رو درک بکنید که بقیه نمیتونن درک بکنن و نیروی جذب به شدت روی شما قدرتمند میشه. یعنی مثلا شما هر چیزی رو که از دنیا یا کائنات طلب میکنید زودتر از حالت ممکن به شما میدن، چون شما به طبیعت وصلی و کائنات جواب شما رو زودتر میدن و قانون جذب برای شما اتفاق میفته، چه خوب چه بد، چون کائنات شعور نداره، درک نداره، فقط به خواسته شما توجه میکنه. شما میگی پول میخوای، کائنات میگه اوکی من به تو پول میدم، ولی تو میزانش مشخص نکردی. برای کائنات 100 تا تک تومانی پوله، 100 هزار تومن پوله، 100 میلیارد هم پوله. پس وقتی از کائنات چیزی میخواید مقدار براش تعیین کنید، چون اون شعور نداره، نمیدونه که پول به چه معنا از دید شماست. از دید خودتون بخواید، بگو من برای آخر سال 10 میلیون پول میخوام، 100 میلیون پول میخوام و در راستاش هم تلاش کن، قطعا بهت میده. این میشه قانون جذب. و حالا اینکه خیلی پروسه طولانی داره که اصلا واردش نمیشه. بس کاربردهای چشم سوم هم دیگه دیدیم و اینم بهتون بگم بچه‌ها، چون قانون جذب وجود داره و برای کسانی که چشم سومشون باز میشه خیلی عمیق‌تر میشه این داستان، ازتون میخوام که همیشه برای خودتون، خانواده‌تون و دوستانتون چیزای خوب طلب کنید. میرسیم به خطراتی که چشم سوم داره. ببینید خطر، وقتی ما از خطر صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی چیزی که ممکنه جون ما رو تهدید بکنه، به جسممون آسیب بزنه یا به روح روانمون آسیب بزنه. اوکی، این تعریف رو داشته باشیم از خطر تا به اینجای داستان. ببینید چشم سوم، چاکراه ششم یا حتی هر چاکراهی توی جسم و بدن نیست که به راحتی باز بشه. ما هیچ چاکراهی رو نداریم توی بدن که یک شبه باز بشه و نیاز به تمرین، ممارزت و ریاضت داره
که واقعا باید تلاش کرد دراش و زحمت کشید که یک شبه اتفاق نمیفته. ممکنه بعد از چند سال تمرین، چند سال ریاضت، چند سال بالاخره تمرین و همه این داستانا شما نتونید بازش کنید. چشم سوم مثل یه دیوار بتونیه، هر روز که میگذره بعد آروم آروم با یه تیشه خیلی آروم بشکنیدش و برین جلو، چون خیلی خیلی قدرتمند و قویه و بعد آروم آروم باز بشه. نکته جالبی که در مورد چشم سوم وجود داره اینه که چشم سوم تو همه نوزادا وقتی که یه نوزاد به دنیا میاد بازه چشم سومش، ولی آروم آروم با بالا رفتن سن این چشم سوم بسته میشه. شاید عجیب به نظر برسه ولی ولی دیدین وقتی بچه‌ها توی سنین کوچیک نصف شب و یه دفعه به دیوار نگاه میکنن میخندن، یه دفعه به شما نگاه میکنن در صورتی که شما هیچ کاری انجام نمیدی، دفعه نگاهش میکنی هیچ کاری انجام نمیدی ولی تو صورتت نگاه میکنه و میخنده. ممکنه یه ذره ترسناک به نظر بیاد ولی خب اونا چیزایی میبینن که ما نمیبینیم و اونم به دلیل چشم سومه و باز بودن اونه. سختی هایی که تو این راه وجود داره خیلی زیادن. مثلا شما باید تعادل بین چاکراهاتون رو همیشه بالانس و در حالت نرمال نگه دارید. این نباشه که فقط روی چشم سوم کار کنی. خب شما اگر فقط روی چشم سومت کار کنی تا بخواد باز بشه و بقیه چاکراهات بسته باشه یا نیمه باز باشه، قطعاً به سرت فشار وارد میشه، سردرد میگیری، خستگی اذیتت میکنه، شب خواب نداری و واقعاً تمام این داستانا باعث میشه که شما اصلا بیخیال این چشم سوم بشی. ولی موضوعی که هست اینه که باید تعادل رو بین تمامی چاکراهای بدن شما ایجاد کنی و اون داستان یینگ یانگ یا همون علامت چینی که اینجا براتون داره نمایش داده میشه قطعاً همین موضوع رو داره ما نشون میده که تعادل توی زندگی همیشه درسته. معنویت در کنار مادیات باید باشه. به این صورت نیستش که شما مثل قدیم باشه دراویش میرفتن سر به کوه میذاشتن مادیات میذاشتن کنار. نه، زندگی یعنی که ما مادیات رو در کنار معنویات رشد بدیم. اما چیزی که از خطر میگن در مورد چشم سوم اون چیزی است که شما با وقتی چشم سومت باز میشه، چشم سومت که باز میشه ممکنه یه سری چیزهایی رو ببینید که بقیه نمیبینن. رنگ ها، اشکال، یک سری موجودات ممکنه ببینی، ممکنه. میگم این درجه بندی داره و فوق العاده درجه بالاترش رسیدن به سخته، ولی خب امکانش هست که شما چیزهایی ببینی که بقیه نمیبینن. این خطر به حساب نمیاد چون دیدن اونها مبنی بر این نیستش که اونها به شما آسیب میزنن. اونها همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم هستن و دلیل نمیشه چون ما نمیبینیمشون مثلا به ما آسیب بزنن یا نزنن، یا حتی ما ببینیمشون هم به ما آسیب بزنن. نه، تنها فرقش اینه تو اون حالت که ما اونها رو میبینیم. یعنی الان تنها فرقی که ما به اونها رو نمیبینیم و اونها رو میبینیم اینه که همون دیدن است و هیچ مشکلی از طرف اونها به ما وارد نمیشه. پس هیچ خطری نداره و تنها خطرش گفتم همون سردردها، اون بیخوابیها، اون خستگیاست که اونم به دلیل این ایجاد میشه که شما بین چشم سوم و چاکراهای دیگه‌ات تعادل برقرار نکردی. حالا میرسیم به بخش مهم ویدیوی امروز. چطوری این چاکراهو باز کنیم؟ ببینید موضوعی که وجود داره اینه که این چاکراه بهتونم گفتم فوق‌العاده باید روش کار کنید، تمرین بکنید تا باز بشه. اینجوری نیستش که یه شبه، شاید یه ساله، شاید دو ساله، نه، شاید این داستان 5 سال، 6 سال، 10 سال طول بکشه. اما تمرین هایی برای باز کردنش وجود داره. موردی که هستش برای اولین کاری که باید انجام بدیم تمرکزه. یعنی چی؟ یعنی امروز من دارم یه بازی انجام میدم، دارم به عنوان مثال بازی GTA رو انجام میدم. وقتی دارم GTA بازی میکنم فقط به GTA فکر کنم، یعنی همزمان به این فکر نکنم که الان دارم GTA بازی میکنم، خب فکرم رفت سمت درسم، از اون وقت فکرم سمت اینه که شب چی کار بکنم، خونه دوستم بخوام برم این کار. دقت کردید موقعی که میخوام یه کاری انجام بدیم هزار تا فکر متفرقه هست که اصلا هیچ ربطی به اون کاری که داریم میکنیم انجام میدیم نداره وارد ذهنمون میشه و همون باعث عدم تمرکز انسان میشه. ما تو اولین قدم باید یاد بگیریم که متمرکز باشیم. هر کاری که دارین انجام بدین، غذا دارین میخورین، تمرین دارید میکنید، ورزش دارید میکنید، درس میخواهید بخونید یا کارهای روزمره، حتی یک لیوان آب میخواهید بخورین، اصلا دقت کردین ما وقتی میخوایم غذا بخوریم، وقتی میخوایم آب بخوریم اصلا دقت نمیکنیم به اون چیزی که دارین میخورین. اصلا بعضی اوقات دقت کردین اصلا نفهمیدین غذایی که تموم شد. این یعنی عدم تمرکز.
لذت ببر، از حالت لذت ببر، از همون غذایی که الان داری میخوری فقط به اون غذا فکر کن، فقط به چشیدن اون طعم اون غذا فکر کن. این یعنی تمرکز. این باعث میشه که چاکرا ششم که چشم سوم هست، برای باز شدنش راه هموارتر بشه. انسان متمرکز سریعتر به باز شدن اون چشم سوم میرسه. مثل بروسلی. بروسلی فوق العاده انسان متمرکزی بود و تمرکزش بود که باعث شد که چشم سومش باز باشه و به اون قدرت برسه. اما مرحله بعدی که وجود داره، ضربه ها به چشم سوم، ضربه های کنترل شده، جوری که نه خیلی آروم باشه نه خیلی محکم باشه، این ضربه ها با تمرین و ریاضت باید انجام بشن. یعنی اینجوری نیستش که یه شب انجام بدی، نه، ممکنه 10 سال شما این ضربه رو به چشم سوم ببرید، نه. بهتون گفتم باید تمام چاکراهای بدنتون رو باز کنید و چشم سوم هم به همون میزان، نه که فقط چشم سوم باز بشه اونا، نه، تمام اینا همه تمرین داره، از چاکراه اول تا چاکراه هفتم که چاکراه تاج هست همش تمرین داره. تمرین این هم یکی از تمریناش اینه که ضربه بزنید به چشم سوم، نه انقدر زیاد که به خودتون آسیب بزنید، نه 10 دقیقه در 10 دقیقه تو شب شبا که میخواید بخوابید تمرکز میکنید، به هیچ چیزی فکر نمیکنید، هیچ چیزی فکر نمیکنید، هیچی. اگر میتونید این کار انجام بدید که اون فکر نکردن به چیزی هم فوق‌العاده کار سختیه که اونم بهتون میگم چیکار بکنید. اما ما فرض میگیریم که شما اون تمرین رو انجام دادی، الان میتونی 10 دقیقه به هیچی فکر نکنی. وقتی که تو اون حالتی 10 دقیقه به هیچی فکر نمیکنی، به چاکراه سومی که بین ابروها میشه، این قسمت میشه، ضربه میزنی. حالا هر کس ممکنه 10 تا توی یه دقیقه بزنه، یکی ممکنه 60 تا توی یه دقیقه بزنه، اصلا تعدادش اولش زیاد مهم نیستش که چه تعدادی میخواین این کار انجام بدید. و فکر نکردن به چیزی، بچه ها شروع کنید از امروز، روزی 1 دقیقه به هیچی فکر نکنید، به هیچی، یعنی به عدم، به هیچی فکر نکنید، یعنی هیچی. شاید این برای شما از 10 ثانیه شروع بشه، شاید برای یکی از 1 دقیقه شروع بشه. بچه ها واقعا سخته، وقتی دارم بهتون میگم 1 دقیقه، اگر شما بتونید به روزی حتی 1 دقیقه به هیچی فکر نکنید، مطمئن باشید که به آرامش فوق‌العاده زیادی دست پیدا خواهید کرد، که این هم مستلزم همون متمرکز بودنه تو کارهاتونه. من الان دارم GTA بازی میکنم، فقط GTA بازی کنم، فقط فکرم توی GTA باشه. من الان دارم به موبایلم برمیرم، فقط به موبایلم برمیرم و پست اینستاگرامو نگاه کنم، فکرم درگیر چیز دیگه ای نشه. بعد از اینکه اینو رد کردی، میرسی به اون نقطه که به هیچی فکر نکنی و تنها فکرت این باشه که به هیچی فکر نکن. همین، اینم خودش یه فکره، ولی یه فکره، 100 تا فکر نیست. پس به هیچی فکر نمی‌کنی. این میشه تمرین دوم. تمرین سومی که وجود داره برای این کار، بچه‌ها، سینوس‌ها، مجرای سینوسی که از بینی و حلق و اینا تشکیل میشه به چشم سوم وصله. برای شستشو، باید شستشو انجام بشه. به چه صورت؟ وقتی استحمام میکنید، میرین دوش میگیرید یا میرین همون، با همون آبی که داریم دوش میگیریم، با همون دما، هر دمایی که بدنتون عادت داره. من خودم به شخصه 18 درجه دوش میگیرم، یکی توی 24 درجه، یکی توی 30 درجه. بچه‌ها توی همون حالت دمایی که دارید دوش میگیرید، از همون آبی که داره از دوش میاد استفاده میکنید، یه کاسه برمیدارین، از همون آبی که داره از دوش میاد اون آبو کاسه رو پر از اون آب میکنید دیگه، منتها انقدر داغ نباشه دیگه، مثلا همون 18 درجه تا مثلا 24 5 درجه باشه، و اون کاسه آب رو با استفاده از بینیتون کلن میکشید تو، یعنی استنشاق میکنید کلن کل اون آب رو. حالا هر چقدر که میتونید، مطمئنن نمیتونید کلش رو برای بار اول انجام بدید، مطمئنن اگر شاید 2 قلوب اون آب بره توی بینیتون مثلا ممکنه کلن بسوزه، اذیت بشید، این طبیعیه. یه بار دو بار سه بار اول این اتفاق میفته، ولی بعدش باز میشه مجرای بینیتون، تنفستون فوق العاده بهتر میشه، بویاییتون فوق العاده بهتر میشه، و آروم آروم حس میکنید که اصلا صورتتون باز شده، اصلا کلا پوستتون، مجرای بینیتون، اصلا چشم سوم که بذاریم به کنار، نفس کشیدن براتون راحت شده، حس بویاییتون بهتر شده، حس چشاییتون بهتر شده، و همین کار هم باعث میشه که چشم سوم شما سریعتر باز بشه.
هر تعداد باری که میرید هموم، روزی یه بار میرید هموم، دو روز یه بار، سه روز یه بار، یاد نمیدونم هر چند باری که تو هفته هموم میرید این کار رو انجام بدید و استنشاق داشته باشید از طریق بینی. اگر یه بار دو بار کشیدید این کار انجام دادید، استنشاق کردید، سوخت، اصلا نترسید، نگران نباشید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این کار برای سلامتیتونم فوق‌العاده است و توی طب سنتی هم خیلی خیلی پیشنهاد شده به افراد که این کار رو انجام بدن. خب دوستان، برای باز کردن چشم سوم چند راه دیگه هم وجود داره که اونا رو بعد بشینم براتون مفصل توضیح بدن. تایم ویدیو خیلی زیاد شد، امیدوارم که این ویدیو رو تا انتها دیده باشین. من خیلی زحمت کشیدم که این ویدیو رو درست کنم، فقط به خاطر شماها بود که گفتین این پارت رو بساز، من این پارت رو ساختم و امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت انگلیسی یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. من اومیکسم و تو ویدیوهای بعدی میبینم.